با گذشت هر روز بحران کرونا در هرات عمیق‌تر می‌شود. همزمان با این بسیج عمومی و خیرین برای مقابله با این ویروس نیز شدت یافته است. یکی از خیرین نیز امروز بیمارستانی را برای مراقبت همزمان از 300 مبتلا به این بیماری با حضور داشت مقام‌های محلی افتتاح نمود. این ساختمان توسط یک بازرگان هراتی به گونه‌ای رایگان در اختیار حکومت قرار داده شده تا از آن برای مقابله با ویروس کرونا استفاده شود. ما 300 اتاق فعلا آماده ساختیم که با تخت و با تمام تجهیزات بدون از یک روجه خود شما میفهمید که اینا خودش با خونه چی میکنه عوض میکنه دیگه تمام امکانات خود هم داره. یک تعمیری که پشت سر ما دیده میشه تعمیر برای مردا در نظر گرفته شده، یک تعمیر دیگه اون طرف که هست تعمیر خونه حساب یا سابقه که هست اون برای خانوما و برای همشیرا در نظر گرفته شده و تعمیر پایین تر از اونه که او هم 80 تا اتاق داره. تمام اتاق از این معجزات تنها برای یک نفره نه برای دو نفر. قرار است این بیمارستان به تجهیزات سعی پیشرفته نیز مجهز شود. در این حال مسئولان ریاست صحت عامه هرات نیز از مردم خواستار همکاری های بیشتر برای مهار ویروس کرونا شدند. عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات با اظهار قدردانی از این بازرگان میگوید که آنان تلاش میکنند تا بر اساس پلان از قبل تعیین شده برای 1000 بستر امکانات لازم را در این مکان فراهم کنند. طبق پلان ما تا 1000 بستر پیش میریم، علل اجاره 600 بستر ما آماده است. این تعمیر برادر بزرگوار و همسنگر ما جناب قوریانی صاحب کمک کردند، رایگان به دست صحت عامه گذاشتند. یک مقدار تجهیزات لازم بود تهیه شد، پرسنل از این استخدام شد، حدود 280 نفر کارمند سی شامل دکتر، متخصص، نرس و رشته‌های مختلف در طول 3 هفته گذشته آموزش‌های خاص خود دیدند، آماده شدند و از این لحظه که ما و شما بیرون میشیم این بخش کاملا ایزوله و قرنطینه هست و مریضایی که در واقع مشکوکین تا تعیین تکلیف و مریضایی که سر حال باشند و عوارض زیاد نداشته باشند در این بستر میمانند. از سوی هم مقام های محلی هرات ضمن سپاسگزاری از این اقدام تاجر هراتی از معیاری بودن این بیمارستان برای مراقبت از بیماران کرونایی اطمینان میدهند. طوری که امروز ما و شما میبینیم به کمیت 300 بستر که از تعمیر شخصی آقای قوریانی از امروزی افتتاح شد و انشاءالله در خدمت مردم ما قرار خواهد گرفت و خوشبختانه کاملا یک تعمیر استاندارد برای واقعات تجرید و برای واقعاتی که ما میخواهیم اونا رو به شکل فردی تحت مراقبت قرار بدیم این تعمیر آماده هست. در همین حال نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان و از طرف دیگر مردم این ولایت نیز از قشر بازرگان و خیرین میخواهند تا برای مقابله با بیماری کووید 19 همکاری خود را با حکومت و ملت داشته باشند. شخصا تشکر میکنم از تاجر خیری که مکانم به دسترس ریاست محترم صحت عامه قرار داده و از همه خیرین روزایی که به هرات هستم میبینم که همه در کنار هم دیگر به خاطر خدا و به خاطر ای که بتونن همو حس انسان بودن خود مفهوم واقعی نشان بدن هم دیگر کمک میکنن و این میتونه الگویی باشه به افغانستان که همه در کنار هم دیگر ان شاء الله کرونا شکست بده. از همه خیرین، از همه کسایی که توانایی مالی دارن، توانایی فکری دارن، از هم اینا توقع میره که در همچو شرایط بحرانی سخت در کنار مردم بیستن، هم از نگاه طبی و ادویجات مردم را کمک بکنن و هم از نگاه امکانات اقتصادی برای کسایی که از کار ماندن، برای کسایی که برنامه بسات اینا بنده است، برای کسایی که سه چرخش بنده، برای کسایی که کارگرن و امروز کار نیست، برای از اینا امکانات و مواد غذایی برسونن. هزینه تخمینی مرکز درمانی برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا نزدیک به 200 هزار دلار گفته شده است. قابل یادآوری است که هرات در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. مردم در هرات نگران افزایش آمار افراد مبتلا به کرونا هستند و از حکومت افغانستان می‌خواهند که توجه ویژه به این ولایت داشته باشد تا بحران کرونا مدیریت شود.